سلام میکنم خدمت همه دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه که میدونم هست. خب من امروز اومدم یه مقداری با شما آقایون صحبت کنم و طرف صحبتم بیشتر با آقایونه. میخوایم با همه کمی درد دل کنیم و صحبت کنیم. خانم های زیادی اومدن دایرکت من یا به من پیام دادن که ما خیلی حرفا هست که دلمون میخواد زده بشه و منو یه جورای واسطه گذاشتن که بیام باهاتون صحبت کنم. البته خب میدونم که این صحبت ممکنه به گوش خیلی نرسه و خیلی نشنون این پیامو، ولی همینایی که هستینم اگه از خودمون شروع کنیم قطره قطره یک مجموعه قشنگی میشه. دقیقا مثل اون دات ماندالایی که من کار میکنم، نقطه نقطه و مجموعش میشه یک تابلوی زیبا. قطره قطره جمع میشه، وانگهی دریا شود و یا یک مجموعه زیبا بشه. ما باید از خودمون شروع کنیم تا بتونیم یک جامعه سالم داشته باشیم. همش نباید دیگران رو مقصر اشتباهات خودمون بدونیم. خانم های زیادی به من گفتن که ما امنیت نداریم. ما وقتی میریم سر کار امنیت نداریم، وقتی میریم بیرون امنیت نداریم، وارد جامعه میشیم امنیت نداریم. چرا باید اینجور باشه؟ من همیشه از غیرت ایرانی شنیدم. مرد ایرانی غیرت داره، مرد ایرانی ناموس سرش میشه، مرد ایرانی خواهر و مادر میشناسه، دوست دخترش براش محترمه، زنش براش محترمه. چرا باید به اینجا برسیم؟ چرا باید اینجوری بشیم؟ یه صحبتی داشتم با یه دختر خانم خیلی زیبا که خیلی ناراحت بود و خیلی گریه کرد. گفت من رفتم سر کار، رفتم اونجا منشی بشم، رفتم اونجا کار کنم، شرایط خوبی نبود برام. احساس کردم همه میخوان تو اون محیط از من سوء استفاده کنن. و میگفت ما برای اینکه بخوایم مستقل باشیم و به عنوان یک زن بتونیم روی پاهای خودمون زندگی کنیم، حتما که نباید یک زن آویزون و چه می‌دونم محتاج یک جنس دیگه باشه تا بتونه زندگی سالم داشته باشه. شما آقایون هستین که میتونین امنیت رو به خانم‌ها بدین. شمایی که مدیر یک شرکت هستی، شما میتونین اون امنیت رو به اون منشیت بدی که بیاد به عنوان یک مثل دخترت، مثل خواهرت، مثل مادرت اونجا کار کنه و حقوقش رو بگیره و بره بدون اینکه اتفاقی براش و هیچ حس ترسی نداشته باشه. ولی میگفت من هر جا میرم کار کنم یه مشکلی برام پیش میاد. سابکارم همیشه رو من نظر داره و همیشه منو تحت فشار و تحت تهدیدهای زیادی قرار میده و من به خاطر همین ترجیح میدم تو خونه باشم کار نکنم. ولی خونه نشستن منم به من کمکی نمیکنه. آیا من باید به خاطر یک درآمد، به خاطر زندگیم برم شوهر کنم، برم به زور با یک کسی ازدواج کنم که دوستش ندارم؟ اینا رو داشت به من میگفت اون خانم و من خیلی ناراحت شدم و گفتم من حتما یه پست در این رابطه میذارم، صحبت میکنم. بالاخره حالا حرف زدن که بد نی، بذار ما بگیم. بعضی ها شاید تأثیر بذاره روشون، بعضی ها نه، من نمیدونم. ولی خب من چیزی رو نمیتونم تغییر بدم، ولی گفتنش بی ضرر نیست. و ما باید یه طوری زندگی کنیم که به همدیگه احساس آرامش و امنیت بدیم. چه خانومی تو جامعه احساس امنیت نداشته باشه، خونه نشین بشه، چه اتفاقی میافته؟ یه موبایل دستش میگیره، میره میبینه چه خبره، دختره میاد لخت میشه، پول در میاره. این میشه ترویج فساد، این میشه پول در آوردن به راحت ترین شکل در منزل، ولی با چه به چه قیمتی؟ به قیمت فروختن روح و جسم و وجود خودت. وقت ما میایم میگیم چرا؟ از اون ور حکومت میاد میزنه پیجاشونو، از اون ور باید اینا چجوری کار کنن، اینا باید چجوری زندگی کنن، اینا باید چجوری درآمد داشته باشن، چجوری غذا بخورن، چجوری شکم بچه‌شو سیر کنه. اینا همه به هم ربط داره. من به عنوان یک زن اگه برم توی یک شرکتی بخوام کار کنم، صاحب کارم به من امنیت بده، بگه بشین اینا رو تایپ کن، اینا رو انجام بده، سر ساعتم برو خونه، میشه؟ ما باید تو واقعیت زندگی کنیم. اینجوری دخترای ما از سن کم شروع میکنن پول درآوردن. و من اینجا برام بازم جای سواله که مرد ایرانی غیرتش کجاست؟
شمایی که میای میبینی یه دختر خانومی زیبا و کم سن و سال داره یه همچین حرکتی میکنه، به عنوان یک برادر، به عنوان یک ناموس باید بری بهش بگی دخترم نکن، من کمکت میکنم، من به پول میدم، من برات کار پیدا میکنم، من بهت امنیت میدم، منزل میدم، جا میدم، سرپناه میدم. ما همه خانواده ایم، ما همه از یک نسلیم، ما همه آریایی هستیم. اینا رو چرا فراموش کردیم؟ چرا همه با هم به جنگ افتادیم؟ چرا همه میخوایم ریشه همو نابود کنیم؟ انقدر اختلافات زیاده که هیچ کس دلش برای هیچ کی دیگه نمیسوزه، میخوان همو نابود کنن. نذارین کار مرد باشین، انقدر غیرت داشته باشین. اصلا این ربطی نه به مذهب داره نه هیچی، یه چیز طبیعیه. تو آمریکاشم اگه تو محیط کار یک نفر اسم یک نفر رو به یک حالت عجیبی بیاره که باعث آزار من زن بشه یا اون مرد بشه، حتی میتونه بره شکایت کنه، میتونه بره بگه این از من استفاده جنسی برده، بهش میگن sexual harassment. یعنی شما تو محیط کار رفتاری انجام دادی که مناسب محیط کار نبوده، شما لباسی پوشیدی که مناسب محیط کار نبوده. شما باید رعایت کنی همه چی رو. شما وقتی میخوای بری محیط کار نمیتونی برده جوراب شلواری فلان بپوشی، سینهاتو بندازی بیرون، اندام بد. محیط محیط کاره. لب بیچ نمیتونی با کت شلوار بری، تو محیط کارم نمیتونی با بیکینی بری. اینا همه هست، اینجا رعایت میشه. من اصلا نمیخوام مقایسه کنم کشورها رو با هم، ولی متاسفانه اونجا همه چی رو دارن با هم اشتباه. اینم فقط تقصیر خود آدماست، تقصیر خود اون فرده. ما یه زمانی گله گذاریمون از جامعه است، یه زمانی صحبت سر خود انسان هاست. هر کدوم افراد اگه حد خودشونو، حقوق خودشونو، خودشون برای خودشون رعایت کنن، جامعه ما سالم میشه. اصلا ربطی به نوع حکومت و نوع نمیدونم مملکت و نوع نمیدونم دموکرات و جمهوری خواه و اینا نداره. یه چیزای اخلاقی انسانیه، ما باید خودمون رعایت کنیم. شما وقتی میبینی یه پیر زنی میخواد از این ور خیابون بره اون ور خیابون، پر ماشین و ترافیکه، انسانیت اینو میگه بری دستشو بگیری، کمکش کنی، راهنماییش کنی، یه بچه رو ببری اون ور خیابون. این الان چه ربطی به نمیدونم سیاست و مذهب و اینا داره؟ انسانیت شماست این. اینا رو ما چرا همه رو قاطی کردیم با هم؟ انسانیت میگه تو باید ناموستو بفهمی. حالا ما میگیم ناموس. به عنوان مثال ما همیشه خانوم ها رو مقصر میبینیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یه خانومی یه خود پوششش آزادتر باشه، راحتتر باشه، بره بیرون، یه چیزی هست بس به گشت ارشاد که اینا رو میگیره. آخه چرا اینا رو میگیرین؟ شما برین جلوی آقایون رو بگیرین، نظرشون و دیدشون رو عوض کنن. شما اگه خواهرت هم توی منزل دامن کوتاه بپوشه، شلوارک بپوشه یا تاپ بپوشه، آیا به خواهرت هم نظر داری؟ اگه نظر داشته باشی مریضی، اگه نظر داشته باشی ببخشی بیمار جنسی هستی و باید بری دکتر خودتو معالجه کنی. نمیشه همه جامعه رو گرفت اسیر کرد و حبس کرد که آقایون چشم دیدنشون رو درست کنن. همه زنا رو بگیریم، چرا موات بیرونه، چرا شلوارت کوتاست، چرا ناخونت لاک زدی، که چی؟ که مرد تحریک نشه. آقای مرد، همه مرد همه مردا اینجوری نیستن. نه، بعدش هم حالا شما جامعه رو بیای بگیری بکنی زندان، بکنی حبس. اینستاگرام هست، مجازی هست، اونی که بخواد هر کاری بکنه میره اونجا میکنه، تلگرام هست. شما همه چی رو که نمیتونی ببندی که بخوای اون طرف زن اسیر باشه چون مرد فکرش منحرف نشه. آقایون باید خودشون رو خودشون کار کنن. یه چیز زیبا رو میبینن، حتما نباید این زیبایی رو ببندنش به تحریکات جنسی. این زیبایی زیباست، برای خودش زیباست، مثل یک گل زیباست، مثل یک تابلو نقاشی زیباست، مثل یک عطر خوشبوه. چرا همه چی رو ما میخوایم بکشونیم به فساد، به بد کردن به هم، به تجاوز به هم، حقوق همو نفهمیم چیه؟ خودمون باید اینو. خدا این هیچ ربطی نه به مذهب داره، نه به سیاست داره، نه به نوع حکومت داره، به هیچ. این به اصالت، به شعور، به شخصیت و رفتار خودمون ربط داره. هر کسی اگه حد خودشو بدونه، هر بفهمه که کجا باید چیکار کنه، کجا نباید چیکار کنه. اگه یه خانومی لباس خوشگل و زیبا پوشیده اومده بیرون برای خودش لذت میخواد ببره از
بیرون رفتن خودش و تو محیط کارش لباس ترتمیز و مرتب پوشیده و زیباست. این دلیل نمیشه که شمایی که یک آقا هستی بخوای حتما از ایشون استفاده جنسی ببری. ایشون زیباست برای خودش، زیباست برای ناموس خودش، زیباست برای شوهر خودش، زیباست نه برای